این خبری هفته انتقاد رهبر حزب محافظ کار کانادا از توییت جنجالی ترامپ مجهز شدن افسران مرزی کانادا به تجهیزات دفاعی جدید وعده پایان ارائه خدمات درمانی در راهروی روی بیمارستانهای آنتاریو وعده جدید تبلیغاتی آندروشیر شیر طرح جدید تورنتو برای مقابله با آلودگی صوتی انتقاد از فساد اداری در دولت داشفورد موج جدید گرما در کانادا سلام وقت بخیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته که گذشت من هم سلام عرض می کنم وقت به ممنون میشم تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید مرور این هفته را آغاز می کنیم با خبری در باره انتقاد رهبر حزب محافظ کار کانادا از توییت جنجالی ترامپ به گزارش ای و به نقل از گلوبال نیوز اندرو رهبر حزب محافظ کاران کانادا روز پنجشنبه در سخنان خود اعلام کرد نظراتی از قبیل توییت‌های های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در کانادا جایی نخواهد داشت و همچنین اظهار داشت مردم باید بتوانند آزادانه از اقدامات دولت خود بدون اینکه زادگاه و یا اصالتشان مورد حمله قرار بگیرد انتقاد کنند جاستین ترودو نیز در سخنانی مشابه از این توییت ترامپ انتقاد کرد و گوناگونی فرهنگی را نقطه قوت کانادا خواند دونالد ترامپ پیشتر در, در توییتی خطاب به چهار نفر از زنان منتقد دولت در کنگره از آنان خواست اگر امریکا را دوست ندارند به کشورشان بازگردند بسیاری آقای ترامپ را به خاطر نشر چنین توییتی نجات پرست خواندند با این حال آقای شیر توییت ترامپ را تنها توهین خواند و اشارهای به نجات پرستانه بودن آنها نداشت مجهز شدن افسران مرزی کانادا به تجهیزات دفاعی به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز به دستور آژانس امنیت مرزی کانادا به زودی همه افسران مرزی این کشور در برخورد با مهاجران غیرقانونی از تجهیزات دفاعی مانند جلیقه ضد گلوله، باتوم و اسپری فلفل استفاده خواهند کرد. این تصمیم که برای حفظ امنیت افسران و سایرین اجرا خواهد شد تا کنون با انتقادات زیادی از سوی وکلا، پزشکان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. به گفته منتقدان، استفاده از چنین تجهیزاتی اقدام و درخواست پناهجویان برای اقامت در این کشور را به عملی مجرمانه تبدیل خواهد کرد. وعده پایان ارائه خدمات درمانی در راهروی بیمارستان های آنتاریو به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز چند روز پس از اظهارات آقای فورد درباره پایان درمان بیماران در راهروی بیمارستان خانم کریستین الیوت وزیر بهداشت آنتاریو اعلام کرد سخنان آقای فورد بیشتر بیانگر تمایلات و خواسته های این دولت است و این مشکل طبق وعده آقای فورد تا یک سال دیگر برطرف نخواهد شد جمعه گذشته آقای فورد در ملاقات با رهبران سایر استانها وعده پایان درمان بیماران در راهروی بیمارستانهای آنتاریو را ظرف یک سال آینده داده بود این مشکل سالهاست گریبانگیر سیستم بهداشتی و بیمارستانهای استان آنتاریو است وعده جدید تبلیغاتی آن رو شیر به گزارش ای ام جی و به نقل از سی تی نیوز آقای شیر رهبر حزب محافظه کار کانادا در جدیدترین سخنرانی خود در روز چهارشنبه 17 جولای اعلام کرد در صورت انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر دولت فدرال راهنمای تغذیه کانادا را تغییر خواهد داد چرا که ورژن جدید این راهنمای غذایی غیر علمی است راهنمای تغذیه کانادا در ژانویه 2019 برای نخستین بار پس از یک دهه به روز رسانی شد ورژن جدید این راهنما بر نخوردن محصولات لبنی تاکید کرده و به جای آن آب را به عنوان نوشیدنی روزانه به کانادایی ها پیشنهاد می کند. آقای شیر طراحی این راهنمای غذایی را که در مدارس نیز آموزش داده می شود ورزانه خواند. اما طرح جدید تورنتو برای مقابله با آلودگی صوتی به گزارش ای ام جی و به نقل از سی تی نیوز به زودی بزرگترین و در عین حال پر سر و صدا ترین شهر کانادا ساکتتر خواهد شد پلیس تورنتو در حال مقابله با آلودگی صوتی تولید شده توسط خودروها و موتورسیکلت هاست بر اساس تحقیقات علمی صدای گوشخراش این آلاینده های صوتی برای ساکنین و شنونده ها بسیار مضر است. آقای جان توری شهردار تورنتو تولید این سر و صدا ها را بی گری خواند. در هفته پایانی ماه جوان پلیس تورنتو 44 جریمه برای تولید صدای آزاردهنده برای رانندگان خودرو و موتورسیکلت سواران صادر کرده است. آقای توری همچنان از اجرای طرحی مشابه نصب دوربین در چهار راه ها برای کنترل افراد خاطی و تولید کنندگان آلودگی صوتی در تورنتو سخن گفت. انتقاد از فساد در دولت داکفورد به گزارش ای ام جی و به نقل از هاف پست در یک نظرسنجی که اخیرا در استان اونتاریو برگزار شد 57 درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند دولت آقای فورد فاسد است 63 درصد نیز اظهار کردند بسیاری از مشاغل حساس به دوستان و آشنایان آقای فورد واگذار شده است. همچنین به باور 69 درصد از شرکت کنندگان بودجه 30 میلیون دلاری دولت فورد برای مقابله با طرح مالیات کربن اطلاف پول است. بر اساس این نظرسنجی که به صورت آنلاین در تاریخ 9 و 10 جولای برگزار شد، 60 درصد از شرکت کنندگان عملکرد دولت آقای فورد را موجب بازنگری خود در رأی به حزب محافظه کار در انتخابات استانی آینده دانستند. و در پایان موج جدید گرما در کانادا به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز موج جدید گرما از جنوب کانادا و ایالات متحده امریکا به سمت مناطق مرکزی و شمالی کانادا در حال حرکت است. این موج گرما تا کنون موجب بالا رفتن فزاینده دما و افزایش درصد رطوبت در نواحی مرکزی و جنوبی کانادا شده است. به گفته ای اداره هواشناسی کانادا، این افزایش دما و رطوبت که با بارانهای موقت نیز همراه خواهد بود، تا چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. روزهای جمعه و شنبه دمای برخی نقاط در ایالات متحده امریکا به بیش از 43 درجه سلسیوس رسید. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه های اجتماعی دنبال کنید. هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو می خدا نگهدار. خدا نگهدار.